سلام بچه ها، چطورین؟ شب یلداتون چطور گذشت؟ برای من که یکم عجیب بود. همون شبی که شما خونه مادر بزرگتون بودین و داشتین کلمات بی‌معنی و مفهومی که از ذهن شوهرمتون در میومد و تحمل میکردید، من خونه تنها بودم و میدونی وقتی خونه تنهایی چی خیلی میچسبه؟ آفرین، دقیقاً انیمه دیدن تو تلویزیون. آره اونم میچسب، حالشون اصرار میکنی. و حالا شاید بپرسید آرمین توی همچین شب مهمی چه انیمه ای دیدی؟ شاید هم نپرسید، ولی من در هر صورت جواب میدم: هیونلی دلوژن. اگه فارسیشو میخواید میشه توهم بهشتی. اگرم از ویورای خوب من تو ژاپن هستید، تنگو کودای همچین چیزی. حالا که داریم وارد ماه امتحانات وارد شدیم فکر کنم، نمیدونم، ولی به هر حال الان که ماه امتحانات داره واردمون میشه، بهترین کاری که میشه کرد چیه؟ شروع کردن یه انیمه جدید. یعنی من اصلا تو چنلم اونقدر انیمه معرفی نمیکنم، نمیدونم چرا گذاشتم دقیقا ماه امتحانات دیگه، ببخشید. آقا پایریزی بس، بریم سراغ دلیل اصلی که دارید این ویدیو رو میبینید. انیمه ای که به نظر من underrated ترین اثر امسال بود، Heavenly Delusion. یه دنیای پس آخر و زمانی که البته شباهت زیادی هم به چیزی که تو The Last of Us دیدیم داره رو تصور کن. حالا دوتا کاراکتر دوست داشتنی رو ول کن توش، برای خودشون راه برن، خونه‌های مختلف خالی از سکنه رو بگردن، غذای خودشون رو بپزن، با دیدن یه توالت سالم خوشحال شن. البته که کاملا حق دارن، به نظرم تو همچین دنیای توالت فرنگی و دستمال توالت خیلی نعمت بزرگیه. با این اوصاف تا الان متوجه حس و حال و وای به این انیمه شدین و تقریبا متوجه شدین چی در انتظارتونه، ولی فعلا فقط بخشای گل بلبلشو گفتم براتون، خیلی دلتون رو خوش نکنید، هنوز مونده. دنیای این انیمه زامبی نداره، به جاش یه سری هیولای بد ترکیب این شکلی داره که به هیروکو یا آدم خوار معروفه. احتمال الان دارید میگید کاش زامبی داشتین، چه کثافتیه. از اون طرف کل داستانش حول محور مارو و کیروکو که دوتا کاراکتر اصلی هستن که عقبتر راجبشون گفتم نمیچرخه و یه بعد مرموز و عجیب غریب دیگه هم داره، که یه سری بچه‌ن توی یه فضای بسته مدرسه مانند که توسط ربات‌ها آموزش میبینن، کنترل میشن و زندگی میکنن، که اصلا مشخص نیست چیه و چرا. خیلی چیز رمزآلود عجیبیه، منم هنوز نفهمیدم. انیمه رو که ببینید میگیرید چی دارم میگم. برگردیم پیش مارو و کیروکو، دوتا کاراکتری که به شدت باهاشون ارتباط گرفتن و اصلا اصلی ترین دلیلی بود که انقدر با این انیمه حال کردم. من به شخص آدمیم که کم پیش میاد از مسیری که یه انیمه ماجراجویی پیش میگیره خوشم بیاد، همیشه منتظرم ببینم تهش چی میشه یا هدف کاراکترها چیه و در کل همش منتظر آخرشم. Heavenly Delusion از معدود انیمه هایی بود که کاری کرد من از مسیر لذت ببرم. یعنی اصلا برام مهم نیست نمیخوام به کجا برسن یا تهش چی میشه، انقدر ماجراهایی که توی راه برای این دو تا کاراکتر رقم میخوره و داستانایی که براشون پیش میاد برام جذاب و سرگرم کننده است که اصلا برام مهم نیست هر کدوم چقدر طول بکشی، اصلا عجله‌ای برای پایان انیمه و برملا شدن رازا ندارم. که این معنیش اینه که سرعت یا پیسینگ این انیمه در درجه کمال قرار داره، پرفکته. که البته همه این سرگرم کننده بودنش از پیسینگ خوبش نمیاد، بخش زیادیشو مرجون کمستری فوق‌العاده بین مارو و کیروکوه. یه درس سری بذاریم برای کسایی که نمیدونن، کمستری یا شیمی بین دوتا کاراکتر به یکی از بخش‌های داستان نویسی میگن، که یعنی ارتباطی که اون دوتا شخصیت با هم دارن. بیشتر انیمه و فیلم و سریال و کتابای موفق دوتا کاراکتر دارن که آدم مثلا دوست داره این دوتا با هم توی سکانس باشن، اینقدر ارتباط بینشون باحاله. به طور مثال والتر و جسی، ریکو مورتی، الولایت، برلین و پروفسور و مارو و کیروکو که دارم راجع بهشون صحبت میکنم. ببین دیگه این دوتا رو من کنار کیا گذاشتم؟ انقدر این دوتا کنار هم باحالن که اگه یه انیمه ساخته بشه هیچ داستانی نداشته باشه، فقط این دوتا تو خیابونای خالی راه برن، من حاضرم ببینم در این حد. بریم سراغ بحث آرت استایل و انیمیشن. استودیوی سازندش اونقدری معروف نیست، یعنی معروف‌ترین اثرشون رو بخوام اشاره کنم میتونم گوست این دشل رو مثال بزنم، اما خیلی خوب از پس این انیمه بر اومدن. آرت استایلش کیوت و خوشگله، به موقعش هم زشت و اذیت کننده. حرکات خیلی روون و خوبن تو این انیمه و اصلا اذیت نمیکنن. در کل تجربه بصریش یه چیز خوشگله تو دلبرویه. شاید شاهکار هنری نباشه، اما انتظاری که ازش داری رو برات کامل برآورده میکنه و اصلا جای کم نذاشتن. فعلا از این انیمه یه فصل 13 قسمتی منتشر شده و فصل بعدش به صورت رسمی تایید نشده، اما به احتمال خیلی زیاد تایید میشه. جای نگرانی نیست، چون اگه تایید نشه من شهر رو به هم می‌ریزم. نه میتونه، نه نیرو تزامی میتونه جلومو بگیره،
نه رئیس جمهور میتونه جنبه بگیره. از لحاظ خط داستانی باید بگم خیلی رمز و راز داره، خیلی. یعنی اگه بخوام منظورمو برسونم میتونم یه مثال بزنم که داستانش یه رازی مطرح میکنه یا یه معمایی میذاره جلوت، بعد قبل از اینکه جوابشو بده یه معمای دیگه میاره، یه راز دیگه میاره. همچنین هی پشت صحنه رو به آقا با آروم باش، در حدیه که من اصلا میترسم نویسنده یه سری از اینا رو یادش بره جواب بده. خیلی همه چیو پیچیده کرد و تقریبا میشه گفت تو این 13 قسمت هیچ جوابی بهمون نداد، همش سوال بود. حالا این وضعیت دو تا خروجی میتونه داشته باشه. یک، اینکه تا آخر داستان تمام رازا برملا شن و سوالات پاسخ داده شن و ما همه پشمون بریزه، یا کلن نویسنده نصف این چیزایی که گذاشته تو داستان یادش بره یا خودش مثلا جوابی براشون نداشته باشه، که امیدوارم همون اولی اتفاق بیفته. یه چیز دیگه که تو این انیمه سورپرایزم کرد این بود که من جدی جدی بعضی جاهاش خندم گرفت. چیزی که بهم ثابت شده بود این بود که اگه انیمه کلن ژانرش طنز نیست، اون جاهایی که سعی میکنه آدمو بخندونه خیلی بی‌نمکه، اصلا دست این کرینجه. اما در کمال ناباوری هیولی دلوژن با اینکه اصلا ژانرش طنز نیست کمدی خیلی خوبی ارائه میده. من بابا من ریدم تو این دست خط تارمی نمیتونم روش بخونم، چند بار توپق زدم من وسط گرفتن این ویدیو. اونجایی بودیم که کمدی خیلی خوبی ارائه میده و من دو سه جاش جدا خندیدم، اصلا انتظارشو نداشتم. موضوع بعدی اینه که آقا خودتون آماده کنید، قراره دیوونه بشید. نمیشه تو این انیمه لعنتی تشخیص داد کی پسره کی دختره. پدر من در اومد. یه کاراکتری و من نصف انیمه فکر میکردم پسره، همه چیو که میگفتم چه آقا پسر گلی به به، که یهو حامله شد. اگه با من هماهنگ کن خب من بفهمم پسری تو دختری چی، پشمام ریخ اون لحظه، اصلا خیلی عجیب بود. در کل میخوام بگم که خودتون آماده کنید واسه همچین چیزی. تشریف بیارید یه چیز جالب بهتون بگم، ایشون مادر ایشونه، این آقا بزرم پسر ایشونه. و حالا اگه تمام این صحبت‌ها و تحلیل‌های حرفه‌ای و سطح بالای من هنوز باعث نشده هیولی دلوژن رو بذاری توی لیستت، باید بگم فن سرویس هم زیاد داره، بوبزم داره. اگه دنبال این چیزایید برید ببینید. من علکی خودم مسخره کردم راجع به انیمیشن و داستان و کیمستری کاراکترها صحبت می‌کنم، بعد تو داری میری به خاطر بوبز ببینی. بدبختی داریم، حالم خراب شد. آقا ساب کن 5 کشیم، من خوشحال شم. هیولی دلوژن هم بشین ببین، بچه خوبی باش. کامنت هم بکن. خوشم نمیاد بگم اینا رو، کار مزخرف. خودتون هر کاری دوست دارید با این ویدیو بکنید. بوس.